مهارت‌های زندگی قسمت 252 پیامک. مهشا میای بازی کنی؟ نه خیلی کار دارم. تو که داری با گوشیت بازی میکنی؟ دارم پیامک میزنم. به کی پیامک میزنی؟ به لیلا. دارم یه چیز مهمی رو بهش میگم. اگه میشه حواسم رو پرت نکن دانا. میشه منم با گوشیت پیامک میزنم؟ نه نمیشه. گوشی که اسباب بازی نیست، یه وصله شخصیه. بعدش هم گفتم الان کار دارم. باشه بابا. صداشو میره بالا. کاری داری دانا جان؟ ماما میشه برای من تلفنم را بخری؟ میخوای چی کار؟ میخوام کارای مهم زندگی ما با پیامک انجام بدم. مثلا چه کارایی؟ پیزا فکر کنم. تاب تاب آباشی خدا منو ندازی. تاب تاب آباشی شکتش نمی. مامان جون لطفا یه لیوان پرتقال برام بیا. دو تا چند تا میشه؟ برنامه کودک شروع شده یا نه؟ من با پیامک برای کسی آب پرتقال نمیارم. چرا؟ به خاطر اینکه هر کی آب پرتقال میخواد میتونه یه توکیپا از اتاقش بیاد بیرون درخواستشو بگه. خب شاید سری شروعه، وقت نداره، نمیتونه. اگه وقت نداره پس چجوری پیامک میده؟ خب چیزی میخوای دانا جان؟ بابا بزرگ شما چند سالتون بود که باباتون براتون تلفن همراه خرید؟ زمان ما که هنوز تلفن همراه اختراع نشده بود. پس شما بدون پیامک چجوری کاراتون انجام میداری؟ اون زمان ها مردم برای هم نامه مینوشتن. خب چرا تلفن نمیزدن به هم دیگه؟ اون وقتا حتی تلفن هم نبود. یادم میاد میخواستم از یکی از دوستای دوران سربازیم خبر بگیرم. شروع کردم به نوشتن نامه. دادش بخیر. دست شما درد نکنیم. برو موتور عزیزم. ببخشید اشتباه شد. باید از این ور برم. سلام بر کوکوی عزیزم. دوست نامه دادی بفرما. کوکا دست درد نکنه. خواهش میشه بخون ببین چی نوشته. زبر بینم نوشته که دیدنم مشهد من معمول مدام جمع. یه دقیقه وایسا جوابشو بنویسم بدم ببری. بنویس کوکا بنویس. این موتور چرا ریپ میزنه؟ بفرما کوکا. ممنون اخی. برو موتور عزیزم. ببخشید اشتباه شد، از این وقت برم. خداحافظ. رسیدم. بفرمایید. ممنون. ما رفتیم. یعنی تو نامه شما به دست دوستتون میرسید و جوابش برمیگشت؟ اینقدر طول میکشید؟ بله دیگه، البته راه‌های دیگه هم بود. مثلا تلگراف. تلگراف دیگه چیه؟ از تلگراف بیشتر برای فرستادن پیام‌های کوتاه استفاده میشد، مثل همین پیامک الان. یعنی تونست تلگراف بزنه؟ نه بزرم. درسته که با این وسیله میشد برای دیگران خیلی سریع پیام فرستاد، ولی هر جای تلگراف نبود. چقدر زندگی سخت بوده اون وقتا. خوب شد من حالا به دنیا اومدم. خب راستش تکنولوژی همیشه نیازشو با خودش میاره. یعنی اون موقعی که موبایلی نبود و پیامکی نبود، مردم نیازی به داشتنش احساس نمی کردن. مثلا خود من برای انجام خیلی کارا باید از خونه می اومدم بیرون. ولی اگه
اگه پیامک بود دیگه لازم نبود بیرون بیاهی. دقیقاً. بازم پیوند موی طبیعی. اینو دست سر مبره میدارن. بذار پاکش کنم. همون فرن شما پیامک زیاد میزنی؟ تو دلت بخواد. یعنی همه کاراتونو با پیامک انجام میدی؟ کارمول تراکتوره. من با دوستان پیامک بازی میکنم. پیامک بازی؟ کلی میخندیم اگه کیف میده. بله درست میگه. البته آخر ما وقتی قبض موبایلشو میبینه دود از کلش بلند میشه. بوبو برم میتونم پیامک بازی کنه. لازم نکردی جناب عالی، فعلا باید درستو بخونی. من جواب میدم. بله سلام. بله چشم خداحافظ. دانا مامانت بود گفت بری خونه آماده شی، همه شام میخواییم بیاییم اینجا. خب من که الان اینجا هستم که. نمیدونم مامانت گفت. آخه میخواییم فوتبال جام جهانی رو داره همین ببینیم. راستی به مهسا بگو داره میاد، کفشه یه اسکیتش هم که قول داده بود بیاره برام لطفا. خب خودت بهش پیامک بزن بگو دیگه. تنبلیت میاد؟ نه بابا واسه خودت میگم، از تکنولوژی استفاده کن. با اجازه خداحافظ. خداحافظ. ماما بستنی دارین تو یخچال؟ الان چه وقت بستنی خوردن؟ زودتر برو هموم دیر شد. چش رفتم بابا رفتم. چیه دخترم؟ چرا اخمات تو همه؟ من میدونم با لیلا قهر کرده. آقا رضا شما که هنوز نشستی داره تلویزیون نگاه میکنی، دیر میشه ها. خانوم من خیلی وقت حاضرم. تانا تازه رفته هموم، اومد بیرون چشم را میفتی. پس من میرم تو حیات پیش مادر جان. بفرم. خب بابا با لیلا بحثم شد. شما که با هم خیلی خوب بودی. آخه گیج بازی در میاره. قرار بود برای آزمایش علوم یه سری وسایل ببریم مدرسه. همه چیزو با هم هماهنگ کرده بودیم ولی آخرش اصل کاری رو نیافت. حالا معلمم نمره گروه ما رو از همه کمتر داد. خب حتما فراموش کرده. نه خیر فراموش نکرده. راست راست تو چشام نگاه میکنه میگه تو به من نگفتی. ببینم مگه چجوری با هم هماهنگ کردیم؟ پیامک کار به این مهمی رو که با پیامک هماهنگ نمیکنن. همونطور که شما نباید برای کار حضوری تلفن بزنین. جایی که باید تلفن زدم نباید پیامک فرستاد. چه جاله، من اینو نمیدونستم بابا جان. تو هم اینجایی پسرم. عافیت باشه بابا جان. زود باش لباساتو بپوش که همه معطل تو هم. چش الان حاضر میشم. آیا تیم ایران به جام جهانی صعود میکند؟ جون خدا کنه. گزینه یک بری، گزینه دو خیر. گزینه یک. جواب صحیح را به شماره 3090 ارسال نمایید. جایزه مسابقه بلیت بازی فینال. آخه بازی فینال من میخوام پیامک بزنم تو مسابقه شرکت کنم. دانه جان میخوای با گوشی من پیامک بزنی؟ شانس من خیلی خوبه. آخه شما الان نمیخواییم با دوستاتون پیامک بازی کنین؟ پیامک بازی دیگه چیه؟ خودی امروز از گفتی ساکت عزیزم. تکنولوژی ما رو بازی نیست که. آخه بله دیگه، نکته همینجاست. تکنولوژی میتونه مفید باشه به شرط اینکه به جا و درست استفاده بشه. بابا بازه حالا من یکو بزنم یا دو رو بزنم؟ باید نظر مادر جون رو بپرسیم. چی بگم والا، گروهمون که گروه سختیه. با این وضع بازی های تدارکاتی هم سعودمون کار راحتی نیست مادر جون. ولی دو رو پس همون دو رو بذار. آخه من دوست دارم یک رو بذارم تا تیم ملی صعود کنه. دل بخواهی نیست که. الان همه یه تیم با دوست دارن یک رو بذارن، ولی اون تیمی برنده است که برنامه‌ریزی درستری داشته باشی. بله آقا فرهنگ کاملا درست میگه. حالا بیا پیامک بزن. اگه برنده بشی و تیم ما صعود کنه خودم یه جایزه خوب برای همه تون میخرم. مادرت نوشته شما حاضره بیاین سریع.